در این قسمت از پادکست به تاریخ و معماری هزاره آخر قبل از میلاد می‌پردازیم. در سال 667 قبل از میلاد، آشوریان با سلاح‌های مدرن آهنی به پادشاهی مصر حمله کردند. مصری‌ها که سلاح‌های قدیمی‌تری داشتند و البته امکان تولید سلاح آهنی با مقیاس یک ارتش رو هم نداشتند، در جنگ به سختی شکست خوردند. از این تاریخ به بعد ما دیگه نه مصر قدرتمندی داریم و نه معماری با شکوهی در این تمدن می‌بینیم. کار مصر و معماریش واقعا یکسره شده بود. بعد از این تلاش‌های صورت می‌گیره، اما هیچ کدوم اونقدر موفق نیستن. حالا آشوریان تبدیل به دومین امپراتوری بزرگ در میان رودان یا همون بین النهرین شده بودن و سرزمینی از غرب تا مصر و از شرق تا خلیج فارس در کنترل اونا بود. در حدود همین سالها، یعنی 700 پیش از میلاد، تمدنی شکوهمند به نام اتروسک ها در شمال ایتالیا پدیدار شدند. در یونان دوری ها با شکست میسنی ها بر دریای مدیترانه مسلط شدند و در آناتولی ایونی ها قدرت رو در دست گرفتند. در هند هم قومی به نام ودایی ها حکومت می کردند. همزمان با شکست مصر از آشور در حدود 700 پیش از میلاد، در شمال میان رودان در ناحیه ارمنستان اقوامی به نام اورارتوها تا دریاچه ارومیه حکومت می‌کردند. این اقوام وارث میتانی‌های آریایی نژاد بودند. با له شدن اقتدار مصر در شمال سودان و جنوب مصر، قومی به نام نوبی‌ها که تا پیش از این مزدوران پادشاهی مصر بودند و به جنگاوری و سوارکاری بدون زین شهرت داشتن، قدرت گرفتن. در همین دوران در خلیج مکزیک تمدن اولمک ها ظهور کرد و در نهایت در چین سلسله جو در 1046 قبل از میلاد جایگزین سلسله شانگ شد و به شکل شگفت‌آوری نزدیک به 800 سال و تا 256 قبل از میلاد حکومت کرد. با این خلاصه کارمون رو شروع می‌کنیم. آشوری‌ها بعد از پیروزی بر مصر در غرب رود فرات، شهر آشور در مدتی بعد شهر دورشروکین رو در خرس‌آباد در شمال عراق ساختند. شهر دورشروکین دارای پلان تقریبا مربعی بود و در مرکز خودش یک کاخ داشت. پادشاهی آشور به دلیل مدیریت اقتصادی ناکارآمد، خشونت با فرهنگای تحت سلطه و کوچاندن فله ملت‌ها به سرزمین‌هایی که تخصصشون به کار نمی‌اومد، در نهایت تضعیف شد و با شکست از پادشاهی بابل سقوط کرد. حالا بعد از امپراتوری مصر و آشور شاهد سومین ابرقدرت میان رودان هستیم. بابلی‌ها شهری به نام بابل رو در دو سوی رود فرات ساختند. در واقع رود فرات از وسط شهر بابل عبور می‌کرد. از نظر ساختاری این شهر دو ناحیه مسکونی، یک کاخ و یک زیگورات داشت. در کاخ باقی روی تختان 20 متری ساخته شده بود که به اون باغ معلق بابل می‌گفتند. در باغ آبی روان جریان داشت که از طریق تلمبه به بالا کشیده می‌شد. شهر بابل یک دروازه به نام ایشتار داشت که با آجر لعابدار رنگی، نقوش جانوری زرد و سفید با پس زمینه ای از آبی سیر تزئین شده بود. در اکثر منابع دلیل سقوط بابلی ها هم استراتژی های اشتباه حکومتی ذکر شده. سه پادشاهی مصر، آشور و بابل مردم رو در صورت اعتراض یا صلاح دید برای کارهای اجباری ساختمونی یا معدنی از سرزمین‌هاشون کوچ می‌دادن، جایی که تخصص اصلی این مردم واقعا به کار نمی اومد. بعد از مدتی مثلا ریختگر رو به زور برای کار ساختمونی می‌بردن. بعد از یه مدت این ریختگر کار که تمام می‌شد، اونجا هم این ریختگری به دردش نمی‌خورد. به این ترتیب از یک سو
سرزمین‌هایی بی سکنه، بی محافظ و ناامن شکل می‌گرفتند و از سوی دیگه فرهنگ مردم کوچانده شده با ساکنین اصلی همخوانی نداشت که این باعث ایجاد ناآرامی می‌شد. اشتباهی که امپراتوری هخامنشی بزرگ مرتکب نشد. کوروش شاه شاهان، پادشاه هخامنشی، بعد از به زیر کشیدن بابلی‌ها، بنای پادشاهی خودش رو با احترام به فرهنگ‌ها و اقتصاد محلی اقوام گذاشت. حکومت هخامنشی نخبه پرور بود. پادشاهی هخامنشی به شکل یک دایره ذهنی اداره می‌شد. پادشاه در مرکز بود، اقوام یا افراد هرچه نخبه تر بودن می توانستند، به زور نه، می توانستند به این مرکز نزدیکتر زندگی کنند و از مزایا و امتیازهای بیشتری استفاده کنند. در پادکست بعدی به سراغ فرهنگ و معماری شاهنشاهی هخامنشی خواهیم رفت. در یونان و پس از حکومت میسنی ها، دوری ها و ایونی ها فرهنگ مشترکی رو پایه‌گذاری کردند که با بقایای فرهنگ میسنی و مینوسی ترکیب شده بود. یونانی ها که تا 700 پیش از میلاد معبدی نساخته بودند و اساساً فرهنگ پرستششون غار محور بود، این ناحیه اولین معابد خودشون رو در این دوران میسازن. در این سیر تکاملی اونا معبد آپولو رو در ترموم در 630 قبل از میلاد می‌سازن. ساختار معابد یونانی به صورت یک مستطیل بلند بود که دور تا دورش ستون داشت و از فاصله دور در هر چهار نما به شکل یک مجسمه قابل رؤیت بود. معابد یونانی از ابتدا به شکل مجسمه ساخته می‌شدن که باید از هر جهت نماسازی داشته باشه. در میان جوامع نوظهور مثل اورارتوها در ارمنستان، نوبیها در سودان و اتروسکها در ایتالیا، فقط اتروسکها بودند که از یک سو به خلق معماری ارزشمند و با شکوهی پرداختند و از سوی دیگر پایه‌ای برای معماری روم شدند. این تمدن که در فلسکاری شهرت داشت در سال 700 پیش از میلاد در توسکانی امروزی به قدرت رسید. اتروسکا خالق طاق و قوس بودند که بعداً عنصر تفکیک ناپذیر معماری روم شد. در تمدن اتروسکا دین از طریق نشانه ها با انسان در ارتباط بود، مثل زلزله که نشانه یک چیز بود یا آواز پرنده که نشون دهنده چیز دیگه. اتروسکا مثل مردم بین النهرین کاهن نداشتند که این موضوع بر معماری اونها مؤثر بود و ما مثل معماری مصر در فضاهای معماری اتروسکا خوفناک بودن فضا رو نمی‌بینیم. معابد اتروسک از تقاطع دو محور شمالی و جنوبی و شرقی و غربی به وجود اومده که بعداً همینو در کلیسا می‌بینیم و همینو بعداً در معماری روم می‌بینیم. مصالح معماری اتروسک‌ها گل، آجر و چوب بود و از رنگ زیاد استفاده می‌کردند. معابد اتروسک‌ها در فضای لندسکیپ مثل معماری یونانی مجسمه‌وار نبود و نمای پشتی نداشت. معماری معابد اتروسک فقط از جلو و اطراف نماسازی داشت. معابد اتروسک به عنوان یک مشخصه انحصاری دارای یک ایوان ستوندار بودند که سه اتاق داشت و فرم کلی یک مستطیل بود. نکته مهم دیگه اینه که ستونهای معروف توسکانی ابداع این تمدنه. این ستونها از جنس چوب بود، در بالا باریک می شد، به یک بالشتک دایره‌ای می رسید و یک سرستون مربعی داشت. در مجموع در معماری معابد اتروسک فاصله ستونها با هم زیاده، چون سازه چوبی بود و میشد این فاصله رو زیاد بکنن. نکته خیلی مهم اینه که اساساً قبل از اینکه ما ایوان رو در معماری خودمون داشته باشیم، اتروسکا این رو در ایتالیا یا همون توسکانی ابداع کرده بودن. در شرق ایران در همین دوران اقوام هندوآریایی
از سوی رود گنگ به سمت تمدن چاگارهاکرای به حرکت در اومدن و این تمدن رو کم کم به زیر کشیدن. اینها قومشون ودایی نام داشت. مراسم آیینی خودشون رو در رود گنگ برگزار می‌کردند که امروز هم به همون روال سابقه و البته نیاز به معبد هم نداشتن، به همین دلیل معماری خاصی از اونا پیدا نشده. سلسله ژو بعد از شانگ در چین به قدرت رسید و حدود 800 سال حکومت کرد. کنگفوتسو که ما اون رو امروز به کنفوسیوس میشناسیم، در همین سلسله و در سده پنجم و ششم قبل از میلاد زندگی میکرد. سلسله ژو اصول اجتماعی، حکمرانی و معماری رو بر اساس تفکرات کنفوسیوس سازماندهی کرد و ملتی یک پارچه ایجاد کرد. نکته جالب اینجاست که تفکر ساخت دیوارهای حفاظتی از شهرها در سلسله ژو شروع شد. اساساً در چین این رو به خاطر بسپرید، شهر با دیوار معنی پیدا می کرد. معماری چین کامل از چوب بود، اما دیوارها که در دور شهر ساخته می شدن از سنگ بودن، گاهی وقتا به 7-8 متر می رسید ضخامتشون. به همین دلیله که الان در محوطه های باستانی چین شما دیوارهای قطوری می بینید، اما در فضای شهر هیچ اثری از معماری نیست و شاید شالوده پیدا بشه. دلیل اصلیش این نکته است. در نهایت می ریم به قاره آمریکا، آمریکای مرکزی و تمدن 800 ساله بعدی. تمدن اولمک ها از 1200 پیش از میلاد تا 400 قبل از میلاد در جنوب مکزیک، در خلیج مکزیک قدرتمندانه ادامه داشت. مجموعه شهری لاونتا از آثار این قومه. این مجموعه یک هرم مخروطی با ارتفاع بیش از 30 متر داره که به جرئت میشه گفت این هرم رو جاهای دیگه ما نمیدونیم. مجموعه از بناهای سنگی و آینه دیگه هم در این مجموعه وجود داره. این بود بررسی کلی تاریخ و معماری این دوره. ممنونم که تا انتها همراه ما بودید. از طرف تیم جلوخان از شما تشکر میکنم. برای شما و خانوادتون آرزوی سلامتی دارم.